مقامات آل خلیفه محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی را آغاز کردند. دستگاه غذای بحرین یک جوان شیعه به نام سید فاضل عباس را که بیش از 223 روز از سرنوشت نامعلوم او میگذشت به دادگاه نظامی ارجاع داد تا اولین نفری باشد که پس از تصویب قانون محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی بحرین در این دادگاه ها محاکمه شوند. خانواده سید فاضل نیز ارجاء فرزندشان برای محاکمه در دادگاه نظامی آل خلیفه را تأیید کردند. فاضل عباس از مشهورترین موارد اختفای اجباری در بحرین به شمار می رود و در طی 223 روز از او هیچ خبری در دست نبود. نیروهای آل خلیفه فاضل عباس را بامداد روز 29 سپتامبر سال 2011 میلادی از منزلش در شهر از زهرا رو بودند. وی از هر گونه ارتباط با خانواده من شده بود و آنها از سرنوشت وی هیچ خبری نداشتند.